لاقا فصل بیست و چهارم در روز اول هفته یعنی یکشنبه سو وقت سر قبر آمدند و مصالح را که تهیه کرده بودند با خود آوردند. آنها دیدند که سنگ از در مقبره به کنار غلطانیده شده و وقت به داخل رفتند از جسد عیسی اثری نبود. پریشان و نگران در آنجا ایستاده بودند که ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی در پهلویشان ایستادند. زنان سخت ترسیدند و در حالی که سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند. آن دو مرد گفتند: چرا زنده را در میان مردگان می جوید؟ او اینجا نیست بلکه زنده شده است. آنچه را در وقت بودن در جلیل به شما گفت به یاد بیاورید، که چطور پسر انسان می بایست به دست خطاکاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم زنده شود. آن وقت زنان سخنان او را به خاطر آوردند و وقت اثر قبر برگشتند، تمام موضوع را به 11 حواری و دیگران گزارش دادند. آن زنان عبارت بودند از مریم مجدلیه، یونا و مریم مادر یعقوب. زنان دیگر هم که با آنان بودند، جریان را به رسولان گفتند. اما موضوع به نظر آنان پوچ و بی‌معنی آمد و سخنان آنان را باور نمی کردند. اما پتروس برخاست و به سوی قبر دوید و خم شده نگاه کرد، ولی چیز جز کفن ندید. سپس در حالی که از این واقعه در حیرت بود به خانه برگشت. همان روز دو نفر از آنان به سوی دهکده به نام امواس که تقریبا در دو فرسنگی اورشلیم واقع شده است می رفتند. آن دو درباره همه این واقعات گفتگو می کردند. همین طور که سرگرم صحبت و مباحثه بودند، خود عیسی نزدیک شد و با آنان همراه شد. اما چیز پیش چشمان آنها را گرفت، به طوری که او را نشناختند. عیسی از آنان پرسید: موضوع بحث شما در بین راه چیست؟ آنها در جای خود ایستادند. غم و اندوه از چهره هایشان پیدا بود. یکی از آن دو که نامش کلیوپاس بود جواب داد: گویا در میان مسافران ساکن اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبر هستی. عیسی پرسید: موضوع چیست؟ جواب دادند: عیسی ناصری مردی بود که در گفتار و کردار در پیشگاه خدا و پیش همه مردم پیامبر توانا بود، اما سران کاهنان و حکمرانان ما او را تسلیم کردند تا سرش حکم مرگ شود و او را به صلیب بخکوب کردند. امید ما این بود که او آن کسی باشد که می بایست اسرائیل را رهایی دهد. از آن گذشته حالا 3 روز است که این کار انجام شده است. علاوه بر این چند نفر زن از نفرهای ما را حیران کردند. ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند، اما موفق به پیدا کردن جنازه نشدند. آنها برگشتند و می گویند در رویا فرشتگانی را دیدند که به آنان گفتند او زنده است. پس عده‌ای از نفرهای ما سر قبر رفتند و اوضاع را همان طور که زنان گفته بودند دیدند، اما او را ندیدند. سپس عیسی به آنان فرمود: شما چقدر دیر فهم و در قبول کردن گفته های پیامبران کن ذهن هستید. آیا نمی باید که مسیح پیش از ورود به جلال خود همین طور رنج ببیند؟ آن وقت از تورات موسی و نوشته های پیامبران شروع کرد و در هر قسمت آیات را که درباره خودش بود برای آنان بیان فرمود. در این هنگام نزدیک دهکده‌ای که به طرف آن می رفتند رسیدند و گویا او می خواست برای خود ادامه دهد، اما به او اصرار کردند: پیش ما بمان، چون غروب نزدیک است و روز تقریبا به پایان رسیده. بنابراین عیسی داخل خانه شد تا پیش ایشان بماند. وقتی با آنان سر دسترخوان نشست، نان را برداشت و پس از دعای سپاسگزاری آن را پاره کرد و به ایشان داد. در این وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند، ولی فوراً از نظر آنها ناپدید شد. آنها با یکدیگر گفتند: دیدی وقتی در راه با ما صحبت میکرد و کتب را تفسیر میکرد چطور دلهای ما میتپید؟ آنها فوراً حرکت کردند و به اورشلیم بازگشتند. در آنجا دیدند که آن 11 حواری همراه دیگران دور هم جمع شده می گفتند: آره، در واقع خداوند زنده شده است. شمون او را دیده است. آن دو نفر نیز وقایع سفر خود را بیان کردند و گفتند
که چطور او را در وقت پاره کردن نان شناختند. در حالی که شاگردان درباره این چیزها گفتگو می کردند، عیسی در بین ایشان استاده با آنها گفت: صلح و سلامتی بر شما باد. آنها با ترس و وحشت گمان کردند که شبح می بینند. او فرمود: چرا این طور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخ نمی کند؟ دست ها و پاهای مرا ببینید. خودم هستم. به من دست بزنید و ببینید. شبه مانند من گوشت و استخوان ندارد. این را گفت و دست ها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از خوشی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید: آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند. آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد و به ایشان فرمود: وقتی هنوز با شما بودم و می گفتم که هرچه در تورات موسی و نوشته های پیامبران و زبور درباره من نوشته شده باید به انجام برسد، مقصدم همین چیزها بود. بعد ذهن ایشان را باز کرد تا کلام خدا را بفهمند و فرمود: این است آنچه نوشته شده که مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در روز سوم دوباره زنده شود و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه ملت‌ها اعلام گردد و شروع آن از اورشلیم باشد. شما بر همه اینها گواه هستید. خود من بخشش وعده شده پدرم را بر شما می فرستم. پس تا زمانی که قدرت خدا از عالم بالا بر شما نازل شود در این شهر بمانید. بعد آنان را تا نزدیکی بیت انیا برد و با دستهای برافراشته برای ایشان دعای خیر نمود. در حالی که آنان را برکت می داد، از آنان جدا و به عالم بالا برده شد و ایشان او را پرستش کردند و سپس با خوشی بزرگ به اورشلیم برگشتند و تمام اوقات خود را در خانه خدا صرف حمد و سپاس خدا کردند.